سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدید. یه همچین بازی رو در نظر بگیرید که بازیگر یک من اینجا میتونه مثلا بین این دوتا انتخاب بکنه، بعد اینجا بازیگر دوی من میتونه روی هر کدوم از این گره ها یک تصمیمی بگیره، پس اینجا بازیگر دو تصمیم میگیره و باز روی هر کدوم از این گره ها مثلا بازیگر یک میتونه یک تصمیمی بگیره. خب پس اینا هم برای بازیگر یک هستن. خب من میخوام امروز اول از همه یک زیربازی رو تعریف بکنم یا ساب گیم رو و بعد یک تعادل زیربازی کامل رو تعریف بکنم. خب ببینید، من اسم یکی از هر کدوم از این گره ها رو میتونم یه اسمی براشون بذارم. یک گره تی رو ما میتونیم در نظر بگیریم، خب مثلا این گره. خب من به همه گره هایی که بعد از این گره تی میان، یعنی این گره، این گره، این و این، یعنی گره های ترمینال رو هم شامل میدونم، میگم اس تی. پس اس تی مجموعه گره های زیر گره تیه. خب زیر، این اس از ساکسسور میاد، یعنی زیر گره تی قبول دارم قرار دارند. خب حالا من میام یک تعریف ارائه میدم و میخوام یک زیربازی رو تعریف بکنم، اما قبل از اینکه به صورت ریاضی تعریف بکنم میخوام به صورت شهودی روی این ببینیم. مثلا برای این گره تی من به این پدیده، یعنی از اینجا به بعد، میگم یک زیربازی یا یک ساب گیم. خب در حقیقت این خودش، یعنی اگر من برسم به این نقطه تی، از اینجا به بعد من الان با یک بازی مواجهم که این بازی یک زیربازی از اون بازی اصلی من هست. خب پس الان این یک زیربازیه، یا مثلا اینور، مثلا این یک زیربازیه، یا خود این یک زیربازیه، یا کل اینها با هم یک زیربازی هستن. خب یعنی از یک گره به بعد یک زیربازی اینجوری تعریف میشه که من به یک گره و همه نقاط بعدیش میگم یک زیربازی. در حقیقت میگم یک زیربازی صحیح یا حالا درست، من نمیدونم ترجمه خوبی که میتونم برای یک پراپر ساب گیم بیارم چی هست، اما من به این، یعنی من به یک گره و همه و نقاط بعدش میگم یک زیربازی صحیح یا درست اگر به ازای هر تی که، هر تی پرایمی که متعلق به اس تی هست، یعنی به ازای هر کدوم از اینهایی که من انتخاب بکنم، اس تی پریم در زیربازی باشد. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم این رو، بذارید من با یک رنگ دیگه مشخص بکنم، مثلا قرمز، یعنی این قسمتی که من مشخص کردم یک زیربازی نیست. چرا؟ چون اگر من اینو انتخاب بکنم، این تی پرایم رو، در این صورت همه اونهایی که اس تی پرایم، یعنی همه زیر شاخه های تی، عضو این زیربازی نیستن. خب پس یک زیربازی کامل به زبون کاملا خودمونی از یک نقطه شروع میشه و تا تمام نقاط ترمینال، تا تمام گره های ترمینال ادامه پیدا میکنه. خب یعنی من اینجا چیزی که نوشتم هیچ چیز بیشتر از این نیست که شما باید تا تمام نقاط ترمینالی که بعد از اون گره میان ادامه بدید و نمیتونید مثلا این رو به عنوان یک زیربازی تعریف بکنید، بلکه باید همه گره های بعد از اون هم باشن. حتی این هم یک زیربازی نیست، یعنی اینی که من الان مشخص کردم، و این دوتا گره هم باید حتما باشن که من بگم یک زیربازی درست دارم یا پراپر ساب گیم. خب پس این میشه زیربازی. حالا من میتونم به عنوان مثال بیام و اون بازی خیلی معروفمونو که یک شرکت میتونست خروج رو انتخاب بکنه یا ورود رو، و بعد اگر وارد میشد شرکت دوم من، این یک هست، این دو، میتونست مدارا بکنه، میتونست حمله بکنه، و اینها گره های ترمینال بود. الان ما میتونیم مشخص بکنیم که در این بازی چند تا، یعنی زیربازی ها چیا هستن. خب یه زیربازی که از اینجا شروع میشه
و میره به پایین، یعنی این الان یک زیر بازی هست که بازیگر دو میتونه به تنهایی تصمیم بگیره و خب هیچ زیربازی هم که از گره های ترمینال شروع نمیشه چون دیگه بازی تموم هست و یک زیربازی دیگه هم داریم و اون هم کل بازیه. خب پس اینو هم همیشه یادتون باشه که بازی اصلی خود یک زیربازی حساب میشود، خود یک زیربازی است. یعنی یک زیربازی کل بازیه دیگه، یعنی از گره اول به پایین اگه کل بازی رو در نظر بگیریم یک زیربازی میشه. الان پس در حقیقت این بازی من عملا فقط یک زیربازی داره که فرق داره با بازی اصلی و اون همین قسمتی هست که بازیگر دوی من تصمیم میگیره. خب اما این بالا ما خیلی بیشتر زیربازی داریم، یعنی من الان یه خورده اینجا کثیف شده ولی میتونم زیربازی‌ها رو براتون مشخص کنم. الان این یک زیربازیه که بازیگر یک، این یک زیربازیه، این یکی دیگه است، این یکی دیگه است، تو همه اینها بازیگر یک تنها بازیگر اون زیربازی خاص هست. بعد این یک زیربازی دیگه است، یعنی این مجموع این سمت چپی هایی که اینجا میبینید و دیگه انقدر کثیف شد من فکر نکنم شما چیزی متوجه بشین، ولی این هم یک زیربازی دیگه است و کل بازی هم یک زیربازی هست. یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 تا زیربازی داشتیم بازی، این بازی دو تا زیربازی داره. خب و حالا به عنوان مثال یه چیزی که در این بازی اگر ما به عنوان زیربازی در نظر بگیریم غلطه مثلا اینه. خب این الان یک زیربازیه که یک زیربازی درست یا یک پراپر ساب گیم نیست. چرا؟ چون برای گره یک همه نقاطی که بعد از اون میان یا ساکسسورهاش یا مجموعه گره های زیرش شامل این زیربازی نیست و اینها که بعد از اون اومدن داخل این زیربازی من نیستن و این یک زیربازی صحیح نیست. خب پس این میشه تعریف زیربازی. حالا میتونیم بریم سراغ تعریف تعادل زیربازی کامل. بذارید من یک کمی اینجاها رو پاک بکنم، مثلا این قسمت رو و حتی این رو بذارید اصلا این رو هم پاک بکنم تا بریم سراغ تعریف یک زیربازی کامل. خب پس چیزی که من الان میخوام تعریف بکنم یک تعادل نشه زیربازی کامل یا تعادل نش کامل زیربازی، نمیدونم کدومش بهتره ولی انگلیسیش هست ساب گیم پرفکت نش اکویلیبریوم، ساب گیم پرفکت نش، فکر کنم زیربازی کامل بهتره. آره تعادل نش زیربازی کامل و این رو آقای سلتن اولین بار تعریف کرد و داستانی که تعریف کرد از این قرار که یک تعادل نش، یعنی یک استراتژی پروفایل S ستاره مساویه با S1 ستاره تا SN ستاره، یک ساب گیم پرفکت نش اکویلیبریوم یا تعادل نش زیربازی کامله اگر و فقط اگر، یعنی اگر و فقط اگر، من فکر کنم اینو نمیتونم دیگه بنویسم ریاضیش رو، به ازای تمامی زیربازی های ممکن این استراتژی یا این نمایه استراتژی یک تعادل نش باشد. یعنی در تک تک زیربازی ها اگر ما بیایم ببینیم هر بازیگری قراره با این استراتژیش چی کار بکنه در اون زیربازی، باز هم یک تعادل نش داشته باشیم. ببخشید. خب به عنوان مثال الان ممکنه بگید که کمی گیج کننده شد، به عنوان مثال همین مثال ما رو در نظر بگیرید که شرکت یک من میتونست خروج رو انتخاب بکنه یا ورود، اگر خارج میشد 0 و 2، اگر وارد میشد شرکت دو میتونست مدارا کنه یا حمله به ازای مدارا 2 و 1 به ازای حمله منهای 1 و منهای 1 به دست میومد. خب همین الان با هم دیدیم که این قسمت یک زیربازی هست و کل بازی هم یک زیربازی هست. پس این تعریف داره به من میگه که هر استراتژی پروفایل یا هر نمایه استراتژی که تعادل نش باشه باید در همه زیربازی ها هم تعادل نش باشه. در ویدئوی قبل یا دو ویدئوی قبل ما با هم پیدا کردیم که تعادل نش های این بازی، تعادل نش ها دو نقطه بودن، یکی خروج و حمله
و یکی دیگه ورود و مدارا. خب پس این استتاره ما بود و این هم یه استتاره دیگه. این دوتا تعادل نشها بودن. خب میتونید در دو ویدئوی قبل اونو ببینید. یه لحظه این زیر یه چیزی اومد، ببخشید. خب حالا بیایید نگاه کنید این زیربازی رو در نظر بگیرین. الان این زیربازی من در اون بازیگر دو من میتونه تصمیم بگیره که مدارا بکنه یا حمله. خب بازیگر دو من با خودش میگه که من اگر مدارا بکنم یک به دست میارم، اگر حمله بکنم منفی یک. پس یک عمل اکیدن غالب هست براش که مدارا بکنه. بنابراین در این زیربازی تعادل اینه که بازیگر دو مدارا بکنه. خب بنابراین این استراتژی پروفایل یا این نمای استراتژی بالا که در اون استراتژی بازیگر دو این بود که حمله بکنه، SPNE یا یک تعادل نش زیربازی کامل نیست، چون در این زیربازی این استراتژی تعادل نش نیست. خب اما بیایید این یکی رو در نظر بگیریم. در این یکی مدارک میکنه بازیگر دو من، بازیگر یک این بازیگر دو. پس در این زیر شاخه مدارا تعادل نشه که در این در حقیقت نمای استراتژی هم مدارا داره شکل میگیره و در کل بازی بازیگر یک میدونه که بازیگر دو اگر مدارا بکنه، که بازیگر دو مدارا میکنه و با خودش میگه خب اگر بازیگر دو مدارا بکنه من دو به دست میارم، اگر خارج بشم صفر، پس به نفعمه که من وارد بشم و بنابراین ورود هم یک تعادل نشه. این زیربازی کلی که در حقیقت کل بازی هست. خب من امیدوارم خیلی گیج نشده باشید که چرا این بالایی یک SPNE نیست، که بار دیگه با هم بررسی میکنیم. ببینید اگه بلدید دیگه میتونید از اینجا به بعد این ویدیو رو نبینید. اما در این بالایی، در این زیربازی پایین ما به دست آوردیم که تعادل نش مداراه. این بالایی داشت به من میگفت که خروج و حمله یک تعادل نشه، که واقعا هم هست. یعنی اگر بازیگر دو استراتژیش رو در حمله ثابت نگه داره، بازیگر یک با تغییر از خروج به ورود سودش کم میشه. و به همین ترتیب اگر بازیگر یک استراتژیش رو در خروج ثابت نگه داره، بازیگر دو با حمله به مدارا سودش زیاد نمیشه. خب پس این یک تعادل نش هست. اما در این زیربازی تعادل نش مدارا کردنه و این حمله تعادل نش این زیربازی نیست و بنابراین این تعادل نش بازی یک تعادل نش زیربازی کامل نخواهد بود. و یادتون هست که ما این تعادل نش رو دوست نداشتیم، دقیقاً به همین دلیل، به این دلیل که وقتی میرسیدیم به این نقطه، فرضاً اگر میرسیدیم به این نقطه، اون وقت بازیگر دو هیچ دلیلی نداشت که حمله بکنه و اینکه حمله جزئی از یک تعادل نش باشه اصلاً تعادل نش دوست داشتنی برای ما نیست. و ساب گیم پرفکت نش اکولیبریوم یک بهبودی هست، به انگلیسی میشه ریفاینمنت، یک بهبودی هست که ما در تعریف تعادل نش وارد کردیم و گفتیم که باید در همه زیربازی ها تعادل نش باشه تا به این ترتیب تعادل نش هایی که دوستشون نداریم رو بذاریم به کنار. من در ویدئوی بعد یک روش بسیار بسیار مهم و مشهور برای محاسبه تعادل نش زیربازی کامل رو معرفی میکنم و با هم یکی دو مثال خیلی خیلی دوست داشتنی از این تعریف مهم حل میکنیم. فعلا خداحافظ.